Burujerdi is an old city located in western Iran, in the province of Lorestan. Many great scholars have hailed from this city. One such scholar was the late Ayatollah Ali Muhammad Najafi Burujerdi, commonly known as Haj Sheikh. Born in 1897, Ayatollah Muhammad Ali Najafi Burujerdi lost his mother at age 7 and then lost his father while he was still a teenager. Growing up an orphan, he was cared for by his elder sister, and when he finished his basic schooling, he proceeded to join the seminary in Burujerdi. He always wanted to go to Najaf to continue his religious studies, but in those days travel was difficult. Despite that, he yearned to go there and join the renowned religious seminary of Najaf. When the opportunity arose, he joined a caravan that was going for ziyarah to the holy sites of Najaf and Karbala. ایشون میاد و کتابشو یه لحافی داشته باشد میرن نصف اولاغ اجاره میکنن نصف اولاغ رو اجازه میکنن اجاره میکنن یعنی چه؟ یعنی ایشون بارش بذاره تو ارده اولاغ یه نفر زورش بشه خودش پیاده بره و تا رسیدن به مرز 15 روز طول کشید با کاروان ما با الاغ و حیوان بود وسایل دیگه نبود از مرز عراق تا شهر نجف اشرف 5 روزی راه بود سرانجام کاروان با هزار سختی و مشکل به نجف اشرف رسید و گلدسته حرم امیر مؤمنان از دور نمایان شد Upon arrival in Najaf in the year 1912, he proceeded to join the Madrasa Al-Qazwini, which is a madrasa where many great scholars had studied. من زمانی که نجف بودم 40 سال نجف بودم اون روز به سالا نبود تلفن موبایل و تماس و مرتب نامه که برای می نوشتن و پست می آورد نامه رو نمی خوندم می زاشم توی جایی یک جایی دیدم در روی 120 نامه است نخوندم چرا؟ اگر نامه رو باز کنم بخونم اگر خوشحالی اظهار خوشحالی باشد شوق می گیرم درس ها نیستم As a student of the Hawza, Ayatollah Ali Muhammad Najafi Burujerdi had to cope with many hardships and difficulties. از جمله اینه که یادم شون می‌فرمود که یه وقتی چیزی نداشتم برم پولی نداشتم برم غذای تهیه بکنم فکر میکردم از کی بگیرم قرض هر کی فکر کردم دیدم او هم وضعش مثل منه بعد مدتی فکر کردم یادم آمد من خرماها که میخوردم حسه هاش دور نمیانداختم یه کته مانندی تو اتاقم بود حسه ها رو اونجا جمع میکردم به ذهنم آمد این حسه ها رو بردارم بفروشم به مسگرایی که دیگر سفید میکنن مثل سفید میکنن چون دیدم اونا حسه ها رو میسوزنن به جای زغال تا چند وقتی از اون پول من زندگی کردم این سختی و رنج های مفصل و همه مراجع میکشیدن و از جمله مرحوم حاج شیخ علی محمد برجدی و اعتنا نداشتن به این مسائل چون بزرگوارا افق فکرشون جای دیگری بود
منظر و مقصد جای دیگری بود. حتی میفرمود گاهی گرسنه‌ام میشد، میخواستم برم از کسی پولی قرض بکنم، روم نمیشد و دراز میکشم کتابامو میگذاشتم رو دلم که ضعف بهم فشار نیاره، اینقدر تحمل میکردم. ایشون از شاگردان مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه بودن که خود ایشون میفرمودن من از ایشون شنیدم که با مرحوم آقای خویی در این درس شرکت میکردیم، درس مرحوم میرزا نائینی شرکت کرده بودن، مقداری درس مرحوم آقازی های عراقی رفته بودن که باز با مرحوم آقای خویی بودن. خودشون میفرمودن مدتی با مرحوم آقای خویی هم مباحثه بودم. معروف بود که حاج شیخ سه تا استاد بزرگ دیده، یکی نائینی در فقه و اصول، یکی حاج محمد حسین اصفهانی در فلسفه و حکمت، یکی قاضی در اخلاق و تربیت. سید علی قاضی طباطبائی was a great scholar and mystic. He had attained ijtihad at the age of 27 and became renowned in Najaf for his exceptional character. He was a teacher and guide to many scholars, including Allama Muhammad Hussein Tabatabai. می‌فرمود که ما درس مرحوم آقای قاضی می‌رفتیم. یه افرادی بودن که اینها درک اخلاقی آقای قاضی رو نکرده بودن، یعنی عرفان او رو نمیتونستن درک بکنن، لذا مکرر میشد تا من میدیدن میگفتن آقای آشغالی محمد تو در مزان ترقی بودی، از وقتی که درس آقای قاضی شرکت کردی با ایشور اونس گرفتی و رفتی ضایع شدی. پدرم میفرمود یه نگاهی من اینجوری بهشون میکردم، سرم میگذاشتم پایین، عشق چشمم از کنار میامد و میگفتم اگر ضایع شدن اینه، کاشکی بیشتر ضایع بشن. از زمانی که به محضر شریف آیت الله سید علی قاضی رفتم، انقلابی عظیم مرا در بر گرفت. شب و روزم یکی شده بود، همه ی اوقات در محضر او بودم، گویی همیشه در معیت من بود، در خلوت و جلوت با من سخن می گفت. بین من بنده و آن وجود شریف اتحادی اتفاق افتاده بود. مرحوم حاج شیخ فرمود نجف که بودم، اول شب می رفتم حرم مطهر امیرالمومنین زیارت می کردم، بعد می مدم خونه شامی می خوردم و می خوابیدم، آخرای شب معمولاً پا می شدم، آمدم خونه بخوابم، شامم خوردم، خواستم بخوابم، خوابم نمی برد، این بر می کردم بخوابم، با اینکه عادتاً تا من سرم می گذاشتم به متکا خوابم می برد، خوابم نبرد. شب بود، خوابم نمی برد، گفتم خب چه بهتر که برم مشرف بشم حرم مولا امیرالمومنین. رفتم، ایشون ورودی طرف هرشون باب القبله بود، به اصطلاح در قبله وارد می شن. بعد گفتن سلامی و زیارتی، باز قاعدتا باید بر میگشتن به اون طرف. گفتن نمیدونم چه نیروی منو کشون به طرف بازار بزرگ. ایستادم یک کنار، همینجور که نگاه میکردم دیدم از اون طرف مقابل من جایی که بازار مثلا بود و اینها، یک کسی داره میاد نزدیک داره میشه. نگاه کردم، خوب که متوجه شدم، دیدم که مرحوم آیت الله حاج سید علی آقای قاضی هستند که دارن تشریف میارن. رفتم دستشون بوسیدم، بهشون عرض کردم این موقع شب تشریف آوردید بیرون. آقای قاضی فرمودن حرمت سادات بر ما واجب است، علویه از من انگور خواسته، همسرشون، من از خدا انگور خواستم. شیخ علی محمد بروجردی گفتن من یه دفعه به نظرم رسید که خب این کی منو بلند کرد آمد آورد اینجا این موقع شب، حتما این جریان آقای قاضی هست. تمام این 20 دینار رو آوردم بیرون از جیبم به آقای قاضی گفتم بفرمایید. مرحوم آقای قاضی از اون وسط حدود
ربع دینار، یک چهارم دینار رو برداشتن، گفتن همین کفایت میکنه. من بقیه رو گرفتم گذاشتم توی جیبم، دیدم قلبم کامل آرام شد و برگشتم خانه با آرامش خوابیدم. حکایت اینه میکنه یه دست دیگه ای تو کاره، ما هیچ هیچ اصلا نفس کشیدنم نمیشه، هرچی او بخواد میشه. من تا گاهی به وحی، گاهی به اشاره، گاهی به خواب دیدن، گاهی به تذکر دادن فردی به فردی. ایشون مرحوم آقای حاج شیخ همیشه متذکر بود، همیشه اهل ذکر بود. ایشون تعبدش و مخصوصا تهجدش رو شبها من دیده بودم، همون ایام در ونایی که بودیم حالی داشت. ماها گاهی بیدار می شدیم، خب به اقتضای بچگی یا بساط می دیدیم این خصوصیاتی که حاج شیخ داره. بعد یک جمله هم من از زبان آقای صاحب زمانی شنیدم، فرمود که آقای حاج شیخ یک حالی داشت اطراف منزل، حیات منزلشون می گشت و ذکر می گفت و گویا تمام این گلهای باغچه با او ذکر می گفتن. قبل از اذان صبح بیدار می شدن، بعد باز قبل از طول آفتاب می رفتن قبرستان هر روز. بعد می آمدن منزل، یک صبحانه مختصر می خوردن و شروع می کردن به تدریس. طلبه ها می آمدن اون منزل، ایشون هر روز می رفتن قبرستان. این یکی از چیزهایی بود که من در زندگی ایشون همیشه مشاهده می کردم. ما صبحا که می رفتیم منزلشون برای درس، احساس می کردیم که این مرد از مناجات شب اونقدر لذت برده، اونقدر ذکر برای او حلاوت و حلاوت و شیرینی داشته است که نورانیت این مناجات شبانه در چهره او کاملا آشکار بود. مراتبی رو طی کرده بود حاج شیخ، خودش رو ساخته بود. شیخ علی محمد نجفی در علم و دانش به کمال رسیده بود. از این رو جلسات درسی او در بین خواص طلاب نجف مشهور بود. کلاس‌های درس او به طور منظم برقرار بود و تعطیلی نداشت. بسیاری از چهره‌های درخشان عصر حاضر از شاگردان او به شمار می‌آیند. از جمله آنها شیخ محمد تقی بهجت فومنی، علامه سید محمد حسین طباطبایی و مرحوم شیخ حسن علی نجابت در نجف هستند. مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی، علامه شیخ محمد تقی جعفری و آقای دکتر احمد احمدی از جمله شاگردان متأخر او در ایران هستند. ما یه مدتی خدمتشون درس خارج خوندیم. البته من خدمتشون عرض کردم که من هنوز در اون حد نیستم، دارم رسائل و مکاسب میخوانم و تازه کفایه رو هم شروع کرده بودم، خیلی هم برام سنگین بود. فرمود شما بیایید با این کسانی که به درس ما میآیند بیان رسا گویا بدون تکرار با زبان فصیح فارسی و گاهی اشعار فارسی رو به قدری زیبا میخوند و معنی میکرد، معلوم بود که به زبان فارسی هم مسلط است. همیشه در مجالس که نشسته بود سر رو به زیر انداخته بود،
گاهی اگر مسئله داشت یا قصه داشت میگفت یا گوش میکرد، تا مطلبی اگر ذکر میشد که راجع به کسی بود یا چیز بود، مرحوم آقای هاچیخ نه میکرد همونجا که رهاش کنید، صحبتش رو نکنید. درستان که میگفت میفرمودن در بین دست بهش مباحثه، مباحثه علمی بحث میکنن، میگه شد و میگه نشد. بالاخره منظور آقا گهگاهی عصبانی هم میشد، گهگاهی شال باز میکرد به حال عصبانی بشن، جنگ علمی برای خواستم میفرمون چه کنم علی محمد هم بالاخره باید درستان پس بدم به اینطور خودش اینقدر ظاهرانه. میگو چه علی محمد باید درستش پس بدم، شما درست میگید. و افرا اخلاقش بود که اگر کسی فوشش میداد ایشون در عوض برعکس کمکش میکرد، کمک میکرد. حضرت آیت الله ایشون فوش میداد، فرمود بذار فوش بدم، بزرگ بیار فوش بخورم. به پیغمبر فوش میدادن، به پیغمبر من که علی محمد هم. بس عجیب بود اخلاقش. حتی بعضی ها که بی کارهای حرفایی انجام میدادن، کارهایی میکردن، بعد پشیمون میشدن، میامدن محضرش ازش عذرخواهی میکردن. همینجا من یادم چند نفرشون آمدن، گفت به شرطی قبول میکنم که از گذشته ها حرف نزنید. حالت چطوره؟ بچه ها چطورن؟ احتیاجاتی داری؟ نداری؟ اینجور عکس العملش بود نسبت به افرادی که به او بد رفتار میکرد. After many years in Najaf, the hard life and unforgiving weather took its toll and Ayatollah Ali Muhammad Burujerdi fell ill. Doctors in Baghdad advised him to move to a place with a better climate. He thus returned to Iran and after a brief stay in Qom, went to his hometown of Burujerd. The people of Burujerd pleaded with him to remain there, and after much insistence as well as requests from other scholars, he agreed. But his agreement was conditional. پدر من فرمود من به این شرط میمانم که هر وقت خواستم برگردم و الانم اگر برم تا چهار فرسخی برگردم باز دوباره قصد اقامه کنم، یعنی قصد توتن به بروجر نکرده بود، همش هدفش این بود که به نجف برگرده تا دم آخر. اما این که یه چنین استوانه تربیت و عرفان و علم و ادب بلند شه بیاد در شهر بروجر که حتی مرکز استانم نبوده و جمعیت اونچنانی هم در 70 سال پیش که ایشون اومده اونجا نداشته. احساس تکلیفی کردن علمای بروجرد ایشون رو در فراتر از اونچه تصور میشد پذیرفتن و اصلا حالت مرید و مرادی پیدا کردن نسبت به اون، جوری بود که دیگه عملاً بی رقیب بود. خاطری از ایشون داریم، یکی از مامورین آگاهی تعریف میکرد بود دزدی، چند تا دزدی شده تو بروجرد، از خورم ما فشار آوردن که باید اینه حتما پیدا کنیم دزدی. اون زمانم خیابون برق نبود، روشنایی نبود، یه شب نیمه شب دیدیم یه شبح داره میره پشت سرش، رفتیم از کوچه شو که در اومده بود پشت سرش رفتیم تا خیابون سیروس، رفتیم کوچه قطقون، رفت توی خرابه. ما وایسادیم که ببینم کجا میره چیکار میکنه، نمیدونستم چیه چون عبا تو سرش کشیده بود. بعد موقعی که ایشون در اومد رفتیم توی مخروب خرابه، یه خانواده، یه خانم با چند تا بچه اونجا دارن زندگی میکنن. پرسیدیم آقا کی بود؟ گفتیم نمیشناسم، ولی هر شب این موقع شب برای ما غذا میاره. ما پشت سرش اومدیم تا دور میدون رازون، بعد ما جسارتاً عباشو کشیدم، نمیدونستم، یه دفعه کشیدم وقتی دیدم آقای حاج قنوان نجفی، گریه گرفتم افتادم سر دست پاچ که من رو ببخش. و ایشون خیلی با ملاقات گفتن شما کار وظیفت رو انجام دادی، شما ماموری و باید این مکی هستم، چه اشکال؟ من گریه کردم، گفتم حقیقتش این بوده که من فشار بردن و منم این برنامه بوده، خواستم اینو شما کی؟ خلاصه خیلی ایشون با ملایمت ما برخورد کرد، خیلی دلداری میکرد، ولی من گریه بهم
سفر نمیداد و مرتب گریه میکرد، از ایشون پوزش میطلبیده.